غزاله شارمت هستم، دختر جمشید شارمت. شروع فصل بهار و سال نو خوبی براتون آرزو میکنم. نوروزتون پیروز و به امید زن، زندگی، آزادی برای تمام زندانیای سیاسی و به امید اینکه پدرمو یه روزی دوباره بتونم در آغوشم بگیرم. پدری که به طرز فجیعی از کنار خانوادش و عزیزانش روبوده شده. پدرم 16 سال صدای آزادی و عدالت مردم ایران بود و الان قربانی همون رژیمی شده که 44 سال مردمش رو خفه کرده و الان پدر منو میخواد خفه بکنه، صداشو بگیره و نفسشو بگیره. خیلی سخته بخوام براتون توضیح بدم که خانوادم یا من یا خانواده دیگه‌ای که عزیزانشون دست این رژیم افتاده چی دارن الان میکشن، ولی اینو میتونم بهتون بگم که خیلی‌ها هستن که امروز بغل سفره هفت‌سینشون جای یه عزیزشون خالی هستش. عکسای اونا رو روی سفره‌شون گذاشتن، چون یا تو زندان‌ها هستن یا نمیدونیم کجا هستن، یا جونشون رو برای آزادی دادن و اینا تک تکشون قهرمان‌های ما هستن و میخوام که جای غم ما اون عشقی رو که اونا به آزادی به میهنشون داشتن توی قلبمون همیشه نگه داریم. پدرم به من اینو یاد داد که نوروز فقط یک جشن نیست، یک فرصته. یک فرصت برای ایجاد انرژی تازه، برای یک نفس تازه، برای اینکه زندگی رو جشن بگیریم و با این انرژی به جلو بریم، به سوی یک آینده بهتر پر قدرت حرکت بکنیم. در آخر این پیام هم میخوام یک سخنی از پدرم بگم. زندگی سخته و ناعادلانه، ولی همیشه یک راهی هست، فقط باید اونو پیدا کنیم. هیچ وقت نذار که ترس جلوتو بگیره، که ترس وادارت بکنه که نجنگی. همیشه بجنگ برای اون چیزی که خوب هستش و درست هست. هوا خوشگوار و زمین پرنگار، تو گفتی به تیر اندر آمد بهار. همه سر به سر دست نیکی برید، جهان جهان را به بد مسپرید. نخوانند بر ما کسی آفرین، چو ویران بود بام ایران زمین. دریغ است ایران ویران شود، کنام پلنگان و شیران شود. بیش از 300 میلیون شهروند از شرق چین تا دریای مدیترانه، از جنوب سیبری تا گرانه‌های سند و خلیج فارس، کهن‌ترین آیین نوروز را با امید به سالی نیک برپا می‌کنند. نوروز این آیین فرا ایدئولوژیک مرزها را درنوردیده و رشته پیوند مردمان انجمن ایران شهر پیام‌آور مهر و دوستی برای جهانیان است. نوروز اما امسال برای ما کمی متفاوته. در سالی که گذشت مردم ایران با اراده ملی برای بازپسگیری میهن خود از دست ضحاک زمانه، خانه تکانی رو پیشی گرفتن که جهانی رو با ایران هم‌آوا کرد. دم تحویل مرز بین سالی که گذشت و شروع سالی دیگر، مهسا دخت ایران که رمز ماست رو تکرار میکنیم. مادران، پدران و خانواده های جانباختگان راه آزادی بدونن که اونها تنها نیستن و راه فرزندانشان که قهرمانان این مرز و بوم پرگوهر است تا آزادی و سربلندی ایران ادامه خواهد داشت. در پایان به هم کیشان افغان میگویم، گرچه طالبان بر پایه این آیین باستانی رو بر شما مردم افغانستان ممنوع کرده است، اما ما مردمان ایران شهر هر کجا مرز کشیدن پل میزنیم. از تهران تا سمرقند رو سر پل میزنیم. هر کجا مرز کشیدن، فرض بر این که کشیدن، دوتا پل میزنیم. برای پیروز، برای دختران و پسران ایران شهر، برای ملت یگانه ایران، برای درفش نشان خورشید و نشان ایران، برای زن، زندگی، آزادی. پاینده ایران، نوروزتان پیروز، هر روزتان نوروز. نوروزت فرخنده باد و بهارت خجسته باد. چه سالی و چه سالیانی رو پشت سر گذاشتیم تا از زن به زندگی و از زندگی به آزادگی برسیم. در سالی که گذشت تو رویین تن شدی، چه حماسه ها که نیافریدی. از صدای خستگی و ناامیدی به فریاد آزادگی تبدیل شدی و با این صدا جهان رو از خواب بیدار کردی. نوروز، فرارسیدن بهار، نمایانگر آغازی نو، تولدی نو و ادامه بقا و پایان زمستان و سختی هاست. سختی ها مردم قوی می سازه و تو
عزیزم، در این آغاز سال نو و در این نوروز برای تو دعا و آرزو نمی کنم. ازت می خواهم آنگونه که به پا خواستی سربلند و استوار بایستی، برای پیروزی راستی بر دروغ، پیروزی آگاهی بر جهل مسیرت رو ادامه بدی. نوروزت مبارک. زن زندگی آزادی، برای برابری و دموکراسی. هموطنان عزیز، سالی که گذشت سال شهامت بود، سال زنان و مردانی که تونستن صدای آزادی خواهی ما ایرانیان رو به گوش جهان برسونن. اما سال از دست دادن هم بود، سال از دست دادن بخشی از بهترین فرزندان این سرزمین. سال 1402 رو به سال آزادی ایران از شر حکومت جهل و جنون بدل کنیم. به این نیت سال نو رو بهتون تبریک میگم. زن زندگی آزادی. با درود بیکران هموطنان عزیزم، در آستانه نوروز 1402 هستیم. طبق معمول با دغدغه های چندگانه کار و نان این سال جدید رو هم آغاز میکنیم. درد و غم از دست دادن جانفدایانی که دلاورانه برای آزادی ایران مبارزه کردند طبعا بر دل هممون سنگینی میکنه، ولی بشارت آزادی ایران با خون پاک اونها قطعا پیامی است که همه ما باید همواره با خود داشته باشیم و بر بستر اون امید رو از دلمون دور نکنیم. امید و عشق به ایران و عشق به رهایی و باور به این که ما با هم همبسته و متحد آزاد خواهیم شد. امیدوارم که سال 1402 سال آزادی و رهایی ایران از قید ستم حکومت جابر و ظالم جمهوری اسلامی باشه و تک تک ما ایرانیان بتوانیم شادی رو در آغوش بگیریم و از این غم و تلاش برای آزادی به سمت ساختن و توسعه ایران بریم. برای همتون شادی و امید و عشق آرزو میکنم و نوروز پیروز، پاینده ایران. با درود به همه عزیزان، تونیا ولی‌اغلی هستم. در ساعت‌های پایانی سال 1401 هستیم، سالی که سال سختی بود، سال پر از غم، پر از دلتنگی. عزیزان زیادی رو از دست دادیم در راه آزادی کشور، ولی تفاوتی هم داره که امسال با سال‌های پیش تفاوت بسیاری داره و این تفاوت در این هستش که امید بزرگی در دل هممون هست. امید به آزادی، امید به آزاد شدن ایران از دست حکومت استبدادی جمهوری اسلامی. با آرزوی سلامتی و تندرستی برای تک تکتون، با اینکه دلها دلتنگن، ولی از طرفی هم سنت ملیمون، نوروزمون رو در پیش داریم و گرامی می‌داریم نوروز و زایش بهار رو با امید و آرزوی اینکه سال آزادی کشور باشه و در بهار آزادی همه مردم ایران بتونن کنار هم دیگه در صلح و صفا زندگی بکنن و دیگر نامی از جمهوری اسلامی نباشه. با امید آن روز که دیر نخواهد بود. نوروزتان پیروز. زن زندگی آزادی تا برابری. نوروز 1402 را شاد باش نمیگویم، زیرا جای بسیاری از خواهران و برادرانم پای سفره هفت سین کنار خانواده هاشان خالی است. هرگز قاب عکس جای عزیز از دست رفته را پر نخواهد کرد. هرگز رنگ و بوی سبزه و سنبل خزان پر حسرت وجود مادران و پدران یا خواهران و برادران داغدار را بهار نخواهد کرد. از کدامین نوروز سخن میگویی؟
وقتی روزگارمان سیاه گشته است. نوگلی که در سبزترین بهار عمر خیش خزان کرده است را نوید بهاران به چه کار آید؟ سبز درختی که به جای بوسه های باران زخم تبر چشیده است را نشاط شکوف باران به چه کار آید؟ از جان شلچله های کس کرده در کنج قفس چه می خواهید که آواز بهاری سردهند؟ از غزال های تیز پایی که چشمشان آن چشم های زیباشان میزبان سرب تیر صیاد شده است چه می خواهید که در چمنزار های موهومتان خرامیدن آغاز کنند؟ برای من و سرخ ماهی کوچک سفره هفت سین، مادامی که اسیر تنگیم، بهار و خزان یکیست. ما را دگر هیچ سرابی فریفته نخواهد کرد، به امید روزی که به دریا بپیوندیم و نوروز آزادی را به یکدیگر شاد باش بگوییم، روزی که دور نیست. همیهن دلها آنقدر شاد نیست که دست افشانیم و پای کوبیم. ایرانی هنوز در بند است و نظام ولایی بر جای. اما هرچه هست، نوروز سنگر مقاومت هزار ساله ایران است. هرچه هست، با دلی پر درد و با یادی پر از مهسا دست می بایستی افشاند و پای می بایستی کوفت، چرا که بددل از ایرانی و شادی ایرانی می هراسد. هم میهن بددل از نفس افتاده و نوری از دور می تابد. هم میهن نوروز خجسته و خرد نگهبان ایران باد. سلام و درود، داریوش معمار هستم، شاعر و روزنامه‌نگار. سال نو رو از همینجا به همه ایرانیان تبریک میگم. امیدوارم سال 1402 سال پیروزی خیزش مردمی ایران و موفقیت همه مبارزان راه آزادی باشه. امیدوارم سال 1402 سالی باشه که همه با هم موفق بشیم جمهوری اسلامی رو، جمهوری ارتجاع رو، این جمهوری سرکوب رو کنار بزنیم و ایران رو در مسیر آزادی، آبادانی، رونق و مردم ایران رو در مسیر شادی، نشاط و زندگی قرار بدیم. نوروزتون پیروز. با درود به همه همیهنان در هر جای جهان که هستند، سالی بسیار پرتنش و پرماجرا رو پشت سر گذاشتیم. سالی که در پایانش بسیاری از عزیزان، بسیاری از فرزندان ایران زمین دیگه در بین ما نیستند، ولی این سال در کنار تمام رنج‌هایی که برای ما ملت ایران داشت، باعث سربلندی تاریخی ما شد در برابر چشمان همه جهانیان و ما تونستیم یک ترانه رو به سرود همه آزادی خواهان جهان باید تبدیل بکنیم. ما تونستیم یک شعار رو در سرتاسر جهان تنین انداز بکنیم و ما تونستیم نشون بدیم که فرزندان راستین یک ملت 7000 ساله هستیم، ملتی که فرهنگ کهنش به عنوان یک سرمایه بزرگ ملی همیشه در دسترسش بوده و در این سال نشون داد که ارزش‌های این فرهنگ رو میشناسه و از اون برای ساختن آینده بهره میگیره. در آستانه این سال نو برای همه ایرانیان در هر جای جهان که هستند آرزوی شادی، تندرستی، کامیابی و کامروایی میکنم، به این امید که سال نو سال آزادی ایران و سال پایان فرمانروایی اهریمن بر کشورمون باشه. زنده باد آزادی، زنده باد ایران، بهاران خجسته. سلام بر اختر قاسمی عزیز و مراسم نوروزیش که ما
گفت ویدیو بفرستیم. اینم جناب آقای پرویز صیاد از دوستداران اختر قاسمی. سلام اختر خانم، من برای همین اومدم اینجا که با عادی خرسندی تبریک نوروزی به شما بگم، ولی هیچ دلیل نداشت بیام اینجا. البته برای دیدن مدرسه رستم اومدم، منتها یه نیروی کافی هم پیدا کردم که بتونم به شما تبریک نوروزی بگم و همه دوستداران. الان آقای عالی پیام هم از ایران اومدن، آقای هالو. منم شلغم هم که خودم رو قاطی میوه ها کردم. نه اختر جان، ممنونم به همه دوستان دوستانت و برای بچه های آلمان و هر جای دیگه که این ویدیو رو میبینن، از قول ما سلام برسون. اگر عید نداریم ولی سال نو داریم، سال نو با خبرهای خوب براتون آرزو میکنیم. خیلی ممنون.